سلام بینندگان عزیز. طالبان چگونه بر شهر فرا نفوذ کردند و توانستند تا بخشهایی از شهر را یک شبانه روز در اختیار داشته باشند؟ آیا کشورهای همسایه و عمدتاً ایران در هجوم نظامی طالبان بر فرا دخالتی داشتند؟ آیا جنگ طالبان و دولت در فرا جنگ بر سر مدیریت آب است؟ اگر چنین است، طالبان برای کدام کشوری همسایه می جنگند؟ بر بنیاد گزارشات در جنگ فرا نه تنها طالبان فرا بلکه طالبان ولایت های همسایه نیز سهم داشتند. در این صورت چرا نیروهای امنیتی تحرکات نظامی طالبان را زیر نظر نداشتند؟ چرا دولت از چنین شکست های تجربه لازم به دست نمی آورد و همیشه به عملیات واکنشی اکتفا می کند؟ آیا همه عوامل جنگ ها در افغانستان به مداخله کشورهای همسایه برمی گردد یا اینکه ناتوانی دولت در مدیریت جنگ سبب شده است که طالبان نسبت به دولت بیشتر ابتکار عمل در میدان جنگ ها را در دست داشته باشند؟ در گفتمان این هفته به این موضوعات می پردازیم. میمانان ما هستند بانو حمیرا ایوبی، نماینده مردم فرا در مجلس نمایندگان، یحیی عظیم، مشاور ارشد در بخش آبهای فرامرزی و پالیسی وزارت انرژی و آب، جاوید کوهستانی، آگاه امور سیاسی نظامی، و جناب نجیب دانش، سخنگوی وزارت امور داخله. مهمانان عزیز، به بحث خوش آمدید. جناب دانش، میخوام با شما بپرسم که این حمله طالبان به فرا یک حمله آنی نبود، بلکه یک حمله برنامه ریزی شده و گسترده در همکاری طالبان ولایات همجوار به هدف سقوط این ولایت بود. چرا نیروهای امنیتی، نهادهای استخباراتی این تحرکات زیر نظر نداشتند که در موقع لازم از خود واکنش نشان میدادند؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما، به میمانای گرامی و بینندگان تلویزیونتان. واقعیت است که پیش از اینکه دشمن همان شب حمله بکنه، بعضی گزارشات به ما رسیده بود که دشمن قصد زیره داره که بالای خطوط مقدم شهر حمله بکنه و دست به یک سلسله تحرکات بزنه. روی هدف دو کمربند حفاظتی برای دفاع از شهر اتخاذ شده بود، ایجاد شده بود، و در او کمربند تعدادی از نیروهای امنیتی افغانستان مضاف شده بودند برای دفاع از داخل شهر. اما به یک بارگی در یک بخشی از این کمربند یک شکست رونما میشه. و دلیل اون شکست چی بوده؟ آنچه را که برداشت ماست، به یک بارگی تعدادی از نیروهای دشمن بالای این ساحه هجوم میارن و در اینجا مقاومت صورت میگیره. متاسفانه تمام امکاناتشان دشمن بالای یکی دو پوسته به کار میبرن تا حملات هجومی، انتحاری، انفجاری که یک بارگی زمانی که اینمی پوسته میشکنه. شما اینجاست که وقتی که شما آگاه بودین که اونا تحرکاتی دارن، حتماً باید معلوم میشد که اینا با چقدر، یعنی تعدادشان چقدر است، چی وسایلی و افزار جنگی دارن و چقدر شما آمادگی داشتین و موقعیتشان در کجاست. این چیزا براتون معلوم نبود؟ دقیقاً. که یک بار میاین و ختم میشین؟ یک بخشی معلومات پیش ما بود، اما به شکل گسترده و با آنچه که شما اشاره کردی هنوز هم معلومات تکمیل نبود. اما اگر یه اتخاذ نمی بود و امکانات و آنچه که تدابیری که اتخاذ شده بود، من فکر میکنم که باز ما مشکل تر می بود برای ما ای جمع جور کردن این نیروها و دوباره برقب زدن دشمن. و همچنان ما تانستیم که هم از تلفات جلوگیری بکنیم و هم دشمن اجازه زیره نتیم که دست برد بزنه به دارایی های عامه، به خصوص به محبس ولایت فرا، به تأسیسات نظامی، به طور مثال به قمندانی امنیه، مقام ولایت، بانک و ساحاتی بود که با امو اتخاذ تدابیری که گرفته شده بود. ولی گزارش های وجود دارد که دشمن به تا قمندانی امنیه رسید، تا ولایت رسید و حتی بحث های وجود داره که بعضی از مقامات امنیتی گویا فقط خود از میدان کشیدن. بالاخره که اگر تمام شهر در اختیارشان قرار نگرفت، یک بخش بزرگ یک بخشی از شهر، دقیقاً که یک بخشی از شهر در اختیارشان بود، اما آنچه که ما معلومات داریم و گزارش هایی که به ما میرسه، قمندانی امنیه سر جایش بود، قمندان در محل بود، آمر امنیت برای کمک در یک ساحه اعزام میشه،
همچنان رئیس امنیت و پرسنلش در ریاست امنیت و سایر تاسیسات همگی به استثنای چند اداره ملکی که در او شب خالی بود و نیروهای امنیتی در او حضور نداشتند، در سایر بخش ها تمام نیروها حضور داشتند و با تمام توان دفاع کردند. در غیر از او یک مسئله که همیشه انتقاد وجود دارد که بعدا گسترده تر بحث خواهیم کرد و ایست که در مجموع در افغانستان و بعدا در ولایت فرا میگن هماهنگی ما بین این نهادهای استخباراتی و امنیتی وجود نداره یا کم وجود داره که همیشه سبب این گونه یک حوادث میشه. چقدر این نهادها به نظرتان در فرا هماهنگ عمل کردن؟ ما یک بخششی است، اما چند عوامل دیگه هم داره که کمک کرد برای طالبان که داخل شهر شوند. یکی که بافت‌های قومی و زدبندایی که در داخل ولایت وجود داشت یک فرصت مساعد ساخت. بحث مواد مخدر، قاچاقی که از فرا صورت میگیره، در پهلوی ازی در اواخر بحث آب، اینا مواردی بودند که فرصت ها و زمینه را مساعد کردند برای ازی که دشمن بیشتر تمرکز بکنه و از اینمی خلاها و از این فرصت ها استفاده بکنه. تشکر از شما، برمیگردیم. جناب کوهستانی، شما اگر ایتون مشخص بر بشماریم که عوامل این سقوط چی بود؟ چرا یکی و یک بار یک شهر، یک ولایت مهم مرکزش سقوط میکنه این گونه؟ بنام یاد خدای بزرگ و سلام به بیننده دوست و عزیزی در بحث هستند. البته ببینین همزمان با جنگ فرا در چند ولایت دیگه ما شاهد جنگ طالبا بودیم، یعنی از آغاز ماه ثور تا پایان یا پایانه ماه ثور عملیات های گسترده را طالبا در ولایت های مختلف از بدخشان آغاز کردند. طالبرفه، گریزیوان، در پشتونکوت فاریاب، در اطراف جوزجان، قرقین، در زابل، در نوبهار، در دوسی ولسوالی دیگه آمدن عملیات کردن ارغنداب، همچنان در ولایت فرا یه عملیات ها را در بادغیس انجام دادن. اکثریت ولسوالی های فرا قطعا به دست دشمن است، یعنی ساحات کمی به دسترس دولت قرار داره، یعنی به استثنای ولسوالی های پرچمن و گلستان که مقداری از نظر وضع امنیتی بهتر هستند با وجود یک سایه کوهستانی هستند، در سایر ولسوالی ها از گذشته طالبان نفوذ داشتند. جنگ فرا امروز نیست، از 5-6 سال قبل بیشترین تلفات نیروهای امنیتی ما در مسیر راه فرارود فرا است، یعنی بین فرا و فرارود ساحات گنجاباد و شیوان و کنسک و این مناطق یا اوزی بالا بلوک بیشترین تلفات پلیس و نظم آمر و قطعات اردوی ملی را ما در اینجا داشته ایم. در چند سال پسین هیچ عملیات گسترده و دقیقی که ساحه را تصفیه و پاکسازی بکنن انجام نشد. در بخش عملیاتی که بالای فرا صورت گرفت قطعا ضعف مدیریت رهبری وزارت دفاع، داخله، امنیت ملی یا در کل سرقومندانی آلای قوه مسلح مشهود است، برای از اینکه از چند روز قبل طالبا از مسیرهای مختلف آمدن، در ولسوالی پشترو، در باغ پل آمدن که در نزدیک ریاست عمومی امنیت ملی است، یا از قسمت شمال شرق آمدن به سمت شمالی ولایت فرا نزدیک شدن به اوزه ها، و دولت از تمامی آدرس ها ای اطلاعات به ریاست عمومی امنیت ملی و شورای امنیت و وزارت دفاع افغانستان از طریق قرارگاه لوایی را که در اونجا وجود داره انتقال کردن. من فقط سوال اینجا میشه که وقتی که این گونه تحرکات وجود دارد دو حالت است، یا نیروهای استخباراتی، ارگانهای استخباراتی بی خبر هستند، یعنی در غیاب به اصطلاح دیدشان صورت میگیره، و یا اینکه اینها اطلاعات درست نمیدن، و نیروهای امنیتی چرا به موقعی در همین فرصت عمل نمی کنن تا میگذارن که دشمن وارد شهر شود و وارد خانه های مردم شود؟ اکثریت بخشای قطعات خاص ما متاسفانه، ما میخواییم بگویم که در وضعیت موجود تا اکنون قطعات پیاده ما از نظر کلی سوکلجیش آمادگی های ماربوی کلان ندارن. شما هیچ قلوردو و فرقه و لوا را نمیبینین که آماده یک فعالیت ماربوی پیاده شده باشه. ما از این نظر زمینگیر هستیم، در خط دفاعی قرار داریم. بیشتر جنگ دفاعی برمیگرده به اردو و رهبری وزارت دفاع که میتونه همزمان قرارگاه اپراتیوی و نظامی را ایجاد بکنه. بخش از این قطعات خاص هم تحت امر و قمانده نیروهای خارجی است. قطعا وقتی شما ویدیوهایی را در قندوز میبینین یا در فرا نیروهای خارجی اگر خواسته باشن قبل از تحرکات میتونن دشمن را در هر جایی که لازم است بزنن. این
نشان میده که یک پروژه افزایش جنگ در حوزه جنوب غرب است بر بهانه ای که است. چی ممکن است که ما این دشمنی را که با پاکستان داریم با سمت ایران ببریم یا در حوزه جنوب غربی کار انجام شود و ضعف مدیریت در رهبری نهادهاست. وقتی اطلاعات دارن، امکانات دارن، در رأس قرارگاه حضور دارن و قرار دارن، نتانستن به وقت زمان نه به امنیت ملی کمک بکنن نه به پلیس ملی کمک بکنن، مخصوصا اردوی ملی افغانستان که قرارگاهش هلیکوپترها با سادگی میتونسته در اوجه پایان شوند و میدان هوایی در کنترل اردوی ملی افغانستان است و میتونست قطعات در اوجه برن. یکی از رهبری وزارت دفاع، معاونین وزارت دفاع در اونجا برن، هیئت رهبری کلان حکومت افغانستان برای مورال دهی، سازماندهی و انسجام رهبری جنگ برن. شما چی فکر میکنید؟ من فکر میکنم که یک نوع زد و بند وجود داره. یکی ضعف، من کاملا در تیم حاکم ضعف مدیریت میبینم. اینا قدرت مدیریت بحران موجود افغانستان یعنی ندارن. تنها ضعف مدیریت است یا این که در درون دستگاه هم حلقاتی هستند که نسبت به چنین حوادثی ایتنایی بزرگ نمیدن؟ بسیار ممکن است که پروژه های خارجی، مخصوصا پروژه های غربی وجود داره برای نوامسازی افغانستان، برای حضور، یعنی شورشگری جزی از پروژه است. وقتی شما میبینین که با تمام جزئیات حرکت یک طالب کنترل کرده میتونن، ولی او را در وقت و زمان بالاش عملیات صورت نمیگیره، کمک به وقت و زمان صورت نمیگیره، میخواین که ما را نیازمند نیروهای خارجی نشان بدن. اونا ما در حد نهایی تشکر. تمام قطعات ما منتظر قوای هوایی و کمک قطعات خاص است. ما به این لحاظ در یک وابستگی مطلق قرار گرفتیم و خارجی ها طرفدار شعله ور شدن این جنگ هستند. تشکر از شما، برمیگردیم. بانو همیرا ایوبی، شما چی فکر میکنید که چرا فرا سقوط کرد؟ آیا عواملش تنها برمیگرده به ضعف مدیریت در خود ساحه یا اینکه این مسئله به مرکز هم برمیگرده؟ یعنی چی عوامل عمدتاً و چی جزئیاتی در اینجا شما دارین که شریک بسازید؟ اما داره که آقای کوهستانی گفتن بحث ناامنی های فرا از دیروز امروز نبوده، که یک به آنن طالب آمده در یک شبه و حمله کرده بالای شهر و داخل شده. ما به خاطر دارم قبل از اینکه هنوز این حکومت پیروز نشده بود، 4 سال قبل به یاد دارم که مردم گلستان فغان میکشیدن، سر صدا بلند کردن، تلفن میکردن بر ما، کمک میخواستن از حکومت. اونا در امت یک وضعیت بودن که او روز فرا قرار گرفته بود. دوجا طالب به حد وضعیت و حالت نیروهای امنیتی را خراب ساخته بود در گلستان که بالاخره حکومت مجبور شد نیروهای امنیتی که حاکم است در گلستان اونا را بکشه به نام یک عقب نشینی تاکتیکی و بالاخره گلستان به دست دشمن افتاد. این عقب نشینی های تاکتیکی بالاخره ادامه پیدا کرد، دشمن نفوذ پیدا کرد در گلستان، حاکمیت 100% پیدا کرد، آهسته آهسته به مرور زمان به ماها و حتی به سال اینا رسیدن بالاخره 3 سال قبل در خاک سفید. یعنی حلقه خودت روز به روز حلقه امنیتی را حکومت و نیروهای امنیتی خودش سر خود تنگ ساخت. آمدن اینا ولسوالی خاک سفید، در تمام روز، در تمام شبها، در طول ماها در خاک سفید جنگ بود، جنگ و جنگ. این جنگ ها ادامه پیدا کرد و به حد وضعیت حکومت در اونجا خراب ساختن که حکومت و نیروهای امنیتی مجبور شدن که عقب نشینی تاکتیکی که می گفتن در گلستان امور انجام دادن، آمدن در پشت رود. ولی عقب نشینی تاکتیکی معمولا به عقب نشینی هایی گفته میشه که بدنبالش تعرض داشته باشه. بله. یعنی در یک موقعیت خاص میاند و دولت های همین کار کرد اونجا که بعدا باز به عملیات شروع کرد. قطعا دیگه باز اگر عملیات هایی رم کردن متاسفانه نتانستن که بازی ساعات بگیرن و حتی اگر در گلستان و در خاک سفید شما ببینین امو مقام ولسوالی که از به حساب میداری ولسوالی هم در جایی که لازم است در اوجه نیست، در یک جای مثلا دلب یک سرک، در یک جایی که هیچ اصلا مربوط به ولسوالی شاید نباشه، در اونجا مستقر است. خود نیروهای امنیتی یا ضعف داشتن یا ضعف رهبری بود یا ضعف مدیریت بود یا کمبود سلاح بود یا هر گپی که بود، و به ای کاش که از خود وزارت دفاع هم سخنگویش می بود که اونا دلیلش هم می گفتن. ما به خاطر دارم 2 سال پیش که جنگ رسید، طالبا رسید به پشت رود، یعنی دو ولسوالی را مطلق طالبا حاکم شدن، آمدن در پشت رود. ما در پشت رود در یک منطقه به نام چپک و چارماس، اوجا یک بیز بسیار قوی اردوی ملی بود
که دو هزارا دلار بسیار، یعنی شاید یک لک یا دو لک دلار امریکایی‌ها سر زو مصرف کرده بودن و یک بیز بسیار قوی ساخته بودن. پس از یک وقفه شما با گپای خود ادامه خواهید دادین، حالا یک وقفه دارین. بینندگان عزیز، پس از یک وقفه کوتاه دوباره به شما برمیگردیم، با ما باشید. حالا بفرمایین، جزئیات خود بگوین. خب بیز اردوی ملی در چپک و چارماس ای بیز اینا رها کردن بر طالبا و در ایج طالب چون گلستان هم گرفته بود، خاکسفید هم که در شمال شهر فراس ای دو ولسوالی رو گرفته بود، اینا از دو طرف نزدیک شدن به شهر فرا که هم ولسوالی بالا بلوک و هم ولسوالی پشت روده. اینا آهسته 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 هر شب جنگ بود، هر شب شهید بود، هر شب زخمی داشتیم. این جنگ از دو سال قبل بسیار شدت گرفت و شما شاهد از این بودین که اینا در سال قبل عمله کردن در شهر فرا و حادثه را که ما چند روز قبل دیدیم او حادثه تقریبا صورت گرفت و تفاوتشی بود که در او بار اینان داخل شهر نتانستن، فقط در کلیجان قومی شهر ولی داخل شهر نشدن. از ولسوالی های فرا چقدرش امن است و چقدرش پیش طالبان است؟ یعنی حالا کاملا ولسوالی هست که کاملا در اختیار طالبان باشه؟ فقط ولسوالی که 100% دولت در اونجا حاکم است و امن است فقط پرچمن است. چند ولسوالی در فرا؟ 2 ولسوالی داره و مرکز هم 11 تا میشه. 2 ولسوالی یعنی 9 ولسوالی دیگه. فقط ولسوالی پرچمن امن است. گورم مردم خود پرچمن باعث شده که امنیت باشه. 5 ولسوالی ولسوالی بکوا که در 16 سال پیش دولت نبوده، گلستان، خاکسفید، پشترود، بالا بلوک، 5 ولسوالی مطلق ناامن است که مطلق در دست طالب است. 4 ولسوالی که انار در است، قلعه‌کاس، شیبکو و جوین است. این ولسوالی ها چی رقم است؟ اینجا دولت هست، وجود داره، حاکم است، در وجه حضور داره، مثلا ولسوالش هست، همه گپ هست، مکتب فعال است، ولی طالب در یک منطقه در یک نقطه از او ولسوالی وجود داره و هر گپی که میشه طالب امو ولسوالش مردم میخواهد، در اوج قاضیش است، سارنوالش است، والیش است، همه کس است. و حتی برای شما بگویم که در امی 4 ولسوالی امن فرا فعلا مکاتب ما را طالبا نظارت میکنه. تشکر. که کی حاضر است، کی غیر حاضر است، کی چرا آمد، کی چرا نامد. سپاسگزارم. برمیگردیم جناب یحیی عظیم. وزیر دفاع گفت که جنگ در فرا بر سر مدیریت آب است. میخواد چی بگویه؟ یعنی در این سخن وزیر دفاع چی هست؟ این مدیریت آب چی مسئله است؟ به نام خدا، با سلام خدمت شما مهمانان و بینندگان گرامی. آنچه جناب وزیر دفاع گفتن احتمالاً اطلاعات و معلومات دارن در دست خوب، اما از دریچه وزارت انرژی و آب بگذارین که من تاریخچه دیپلماسی منابع آب افغانستان و ایران یک مقدار توضیح بدم تا وضاحت بیشتر هم به مهمان ها پیدا نه اون فقط بکنه. میخوام اون نقطه های اختلافی شه بگوین که حالا بر سر این آب چی نقطه های اختلافی وجود دقیقاً. دارد که مثلا وزیر دفاع میگه که این جنگ برمیگرده به مدیریت آب به همین مباحث میپردازی. ما در تاریخچه دیپلماسی آبی خوب با کشور جمهوری اسلامی ایران حداقل 5 دوره دیپلماسی آبی داریم. از 1853 مائده پاریس که مراودات شکل میگیره تا 1946 ما یک نوع دیپلماسی سنتی داریم که عموما هند برتانیایی توسط افسرها مداخله میکنه در امور دو کشور و دیپلماسی آب تشکیل میده که هیچگاه یا مورد پذیرش طرفین نیست، چون یک بحث علمی نیست. از 1946 تا 1978 ما به یک نوع دیپلماسی علمی یک رویکرد میگیریم به نام دیپلماسی علمی. دیپلماسی علمی در واقع چند تا پیش شرط داره که حداقل شناخت از منابع آب، توسعه زیربناها و زیرساختهای منابع آب، در واقع تدوین قوانین لازم و تربیه و ظرفیت سازی متخصصین از پیش شرط های دیپلماسی علمیه که در همو زمان اتفاق میفته. ما
در وادی ایلمن برای اولین بار بند شناختی از منابع آب پیدا میکنیم، استشنار نصب میکنیم، بند کجکی، بند دله، کانال بغرا، مطالعات بخش آباد، همه این مسائل اتفاق میفته تا سرانجام ما به یک معایده جامع و پایدار در 1973 در واقع با جانب ایران میرسیم. حوزه هلمند؟ بله بله، در رودخانه هلمند. در رودخانه هلمند این دیپلماسی از 1978 بنابر تجاوز، جنگ و درگیری هایی که تا 2000 اتفاق میفته تبدیل میشه به یک فراموشی که ما اسم میگذاریم دیپلماسی فراموشی آب. در این زمان جانب ایران به صورت یک جانبه در واقع دست به توسعه میزنه، چانی مهار میسازه، کانال های جدید اداره میکنه و واتر پمپ ها نصب میکنه و از هر امکاناتی برای استفاده عظمی و ممکنه از منابع آب استفاده میکنه. از 2000 تا 2014 یک نوع دیپلماسی خاموشی ما داشتیم. این دیپلماسی خاموشی در واقع مقدمه بود به دیپلماسی که علمی که امروز از او بحث میکنیم. در دیپلماسی خاموشی عموما کوشش شد تا به صورت نسبی یک مطالعاتی از منابع آب انجام بشه و ما به صورت آرام بریم به سمت ساختن زیرساخت های آبی. اما از سال 2014 تا اکنون وزارت انرژی و آب و سیاست گذاری که کرده دیپلماسی آبی معرفی کرد به نام دیپلماسی علمی و برای مذاکره و موافقه و معایده با همه کشورهای همسایه که در حوزه های مشترک آبی با ما به سر میبرند ما 4 پیش شرط داشتیم. پیش شرط اول ما این بود که ما شناخت لازم از منابع آب خود دست بیاریم. ما آمار و ارقام کافی و بروز شده داشته باشیم تا شناخت و فهم دقیقی از منابع آب در این طرف مرز و اون طرف مرز داشته باشیم. گام بعدی این بود که ما زیرساخت های مناسب در واقع بتونیم اداره بکنیم تا مدیریت جامع در واقع در دست خود بگیریم. تا زمانی که شما بر منابع آب تسلط نداشته باشیم اونا رو به صورت تنظیم شده و رها کرده هم نمیتونه. خب گام سوم طرف بفرمایید. خواست طرف من میخوام با این من نتیجه گیری به خواست طرف خواست طرف چیست؟ یعنی عمدتاً ایران که یعنی چی، یعنی او چی میخواد از وضعیت؟ نتیجه گیری همین مسئله رو به پیوند میدیم. مورد سومی بود که ما بتانیم قوانین در واقع بازنگری بکنیم که متناسب با عرفهای پسندیده در منطقه و اصول کنوانسیون های بین المللی ما یک چارچوب انحطاف پذیری در واقع پیدا بکنیم تا به سوی همگرایی منطقه‌ای بریم. این قوانین لازم باشه و بحث چهارم ظرفیت سازی متخصصین داخلی بود. وزارت انرژی و آب با ایجاد با پیشنهاد کمیسیون آبهای فرامرزی و ایجاد 3 کمیته آبهای فرامرزی در به سمت به اصطلاح انجام شدن این 3 پیش شرط برای مذاکرات و موافقات به پیش رفت که اداس بندها و 21 بند و سایر بندها و کانالها متخصصین جذب کردن، بازنگری قانون، پلان 5 ساله، اینا همه گام هایی بود که به این راستا خب برداشت شد. فقط حالا میخوام بگم که بالاخره که طرف ایران است، عمدتاً ایران. بله. حالا ایران چی میخواد بگه که وقتی که مسئله اینجا مدیریت آبها مطرح میشه طرف ایران چی میخواد؟ یعنی ایران مخالف این مدیریت آبهای افغانستان است؟ اجازه بدین ما با فرصت ما کوتاه چون دو سای دیگه هم باید صحبت کنم. بله اجازه بدین ما با این شیوه صحبت بکنم که اعتراض و خشم و تهدید زمان اتفاق میفته که شما در واقع یک وعده خیالی یا یک در واقع گفتگوی غیر واقعی انجام بدیم بین طرفین و وقت طرفین یک یا یکی از جانبین اون منافع خود به صورت دقیق نتونه در بیابه منجر به خشم و تهدید و اعتراض میشه. به همین منظور بود که ما در وزارت انرژی و آب سیاست گذاری کردیم، گفتیم دیپلماسی ابزاری مار به سمت میبره که تنش هار و اعتراض هار و تهدید هار زیاد میکنه. به این منظور آب گفتیم آب متا و یه چیزی نیست که ایره بشه با مهاجرین، با رای ترانزیتی، با حالا طرف ایران میگه که چندین بار و افغانستان مراجعه کردن که در این رابطه ها صحبت شود و گویا طرف افغانستان هنوز حاضر به صحبت نشده. ای که طرف افغانستان حاضر به صحبت شده یا نشده ما از دریچه کمیسیون
آبهای فرامرزی، به خصوص کمیته آبهای فرامرزی وزارت انرژی و آب دقیقا مطلع نیستیم، اما آنچه مشخصه که ایست که فقط با دیپلماسی علمی ما میتونیم جواب همسایه ها بدیم. بینندگان عزیز، وقفه کوتاه داریم، دوباره برمیگردیم، با ما باشید. جناب دانش، در سخنان بانو همیرا بحث شد که هنوز یعنی به یک مفهوم ولایت فرا اگر نگوییم کاملا یعنی در اختیار طالبان هست و دولت هر بار به بهانه عقب نشینی تاکتیکی در حقیقت ساحه را برای طالبان گذاشته تا اینکه حلقه به شهر فرا رسیده. شما حالا در چنین وضعیتی چی برنامه‌ای دارین، چی میکنین؟ بله، آنچه که جناب خانم همیرا گفتن واقعیت داره که در تعدادی از ولسوالی ها ما هنوز همی مشکل داریم و این ولسوالی ها با تهدیدات بلند مواجه است، اما ای که در کل نو ولسوالی در کنتور رومانی است باز ما به این موافق نیستم. بحثی که ما چه میکنیم برای فرا و برای امنیت فرا، شما خبر دارین که پس از یک روز یک هیئت بلند پایه رفت به فرا که وزیر امور داخله هم در امو جمع بود. ما چند کار را باید بکنیم تا ای که امو موضوع تکرار که ما شاهدش بودیم از فرا و دوباره تکرار نشه و ما شاهدش نباشیم. یک، باید تقویه شود جزدام ها و نیروهایی که در فرا در اونجا است. از همین لحظه که من با شما صحبت میکنم کار بالای شروع شده. متاسفانه یک تعداد بیشتر نیروهای پلیس و اردوی ملی دروجه در خدمت کسایی است که این دور از ساحه کاریشان هستند که یک رقم قابل ملاحظه است. جناب دانش، اینا باید جمع آوری شود که وزارت داخله، وزارت دفاع و امنیت، اینها همیشه کارهای واکنشی میکنن. یک منطقه سقوط میکنه، باز میگه ما حالا این گونه میکنیم، ما افراد پس میکنیم، کسایی را مجازات میکنیم. افغانستانش فکر میکنین که یک کشوری در حال جنگ است، چرا همیشه آماده نیستن برای مقابله؟ خب باید فراموش نکنیم آنچه که شما گفتین، بله جناب استاد، که ما در 14 ولایت در حال حاضر مصروف است نیروهای ما و در هر جایی نمت و کشیگیر وجود داره. کوشش میشه که در یک جایی رسیدگی به موقع صورت بگیره، اما امکانات و تجهیزات و آنچه که وجود داره باید به موقع برسه، اما در بعضی ساحات کوتاهی میشه. در جنگ همه چیز به خواست شما پیش نمیره، کمیا و کوستیا و کوتاهی ها به میان میاد. خب سبب یک مشکلات میشه که باید ارزیابی شوه. چقدر کوتاهی دارین، چقدر ما فرصت دارین، چقدر. حالا مثلا همیشه گفته میشه که در سخنان وزیر دفاع همین گونه است که جنگ به مدیریت آبها مربوط میشه، یعنی گویا ایران پشت سری از است. حالا در کنار افغانستان ناتو است، در کنار افغانستان ایالات متحده آمریکا است. این پرسش ها خود در اونجا هم از قماندان عمومی نیروهای بین المللی صورت گرفت که بر چگونه کمک صورت میگرفت و در کجا. اما آنچه که ما در توان داریم، از همون روزی که در اونجا دشمن حمله کرد تمام توان ما را به خرج دادیم و در حال حاضر هم گفتیم که یک بخش چیزی که ما نیروها را چطور تقویه بکنیم، تحکیمات درست چطور صورت میگیره در اوجه، امکانات و تجهیزات بیشتر چگونه برسه. و ما برنامه که وزارت داخله داره که ما یک در سطح پلیس خود فرا یک تغییرات بسیار گسترده را میاریم که افرادی را بتانیم که دیگه بعد از این مشکلات تکرار نشه. و جناب دانش، شما میگین سخنانی است که از یک موضوع تدافعی یا واکنشی، یعنی انفعالی گفته میشه که باید این طور بکنیم، این طور بکنیم. وقتی که ولسوالی ها یکی پی هم که بانو همیرا میگه که سقوط کرده میامد و دولت به منای عقب نشینی تاکتیکی و سرانجام که شهر بخشی از بزرگ شهر سقوط کرد. حالا من میخوام بگم که چی وقت شما در میدان جنگ ابتکار عمل به دست میگیرید. جناب استاد، ما کشوری هستیم در حال جنگ، نه پس از جنگ. ده ها مشکل دامنگیری مردم است و این چیز تازه هم نیست و این جنگ چندین سال است که دامنگیر مردم افغانستان است. اکثر زیر ساخت ها و مشکلات ما را شما میفهمید که از بین رفته. بله، که در فرا یک برنامه کلان عملیاتی است زیر نام نصرت که باید تطبیق شود همه جانبه، شامل ولسوالی ها میشه، شامل اطراف و اکناف خود ولایت فرا میشه که باید به شکل درستش تطبیق شود. اما فراموش نکنیم که دشمن هم در کمین است، در هر گوشه و کنار کوشش میکنه که به ما ضربه بزنه، مردم ما را ناراحت بسازه، فضا را ناامن بسازه. و چون ما میریم به یک پروسه کلان ملی که انتخابات شورای ولسوالی ها و شورای ملی است، اینا برنامه کلانی است که کوشش میشه که در
پهلوی ازی و برنامه اقتصادی که در وزارت داخله اینا همگیش در وزارت امور داخله دریافت ها چگونه است که آیا در این عملیاتی که در فرا صورت گرفته از طرف طالبان و در مجموع در حوزه غرب در کنار طالبان آیا نیروهای بیگانه یا دستهای بیگانه دخیل است که چنین عملیات یاری برساند؟ دقیقاً که ما در اکثر جبهات جنگ زمانی که بازداشت میکنیم افرادی را کشته میشه 800 از اینا در اختیار ما قرار میگیرد با کشورهای خارجی است. عمدتاً از کدام کشورها؟ از کشورهای متعدد است. در حال حاضر پاکستانی ها بیشتر هستند، چیچینایی ها هستند، آیغورا هستند، ازبکا هستند. آیا در فرا شما تاجیکا هستند؟ در فرا شما افرادی را دستگیر کردین که اونها مربوط به کشورهای دیگه باشند؟ در این عملیاتی که صورت گرفته هنوز با جزئیاتش پیش من است، اما اینمی هیئت بررسی میکنه که سلاح و مهماتی از دشمن به دست دولت افریقا. یک مقدار تجهیزات و امکانات در اختیار ما آمده. آیا ساختی کشورهای همسایه هست؟ دقیقاً که یک تعداد تجهیزات امکانات نظامی در اختیار ما قرار گرفته که ما رویش کار داریم که آیا بستگی به کدام کشور داره و چگونه ای در اختیار طالبان قرار گرفته. کشور براتون معلوم شده؟ خب میشه که این تحقیقات تکمیل شوه برای ما اجازه داده شوه و حتما ما در موردش اظهار نظر میکنیم. سپاسگزار هستیم. جناب کوهستانی، پیش از این حادثه یک سخنی از وزیر خارجه ایران پخش شده بود عمدتاً در رسانه ها و شبکه های اجتماعی که مسئله حقابه ایران مطرح شده بود و گفته بود که اگر افغانستان به این مسئله نپردازه ما حوزه های فشار داریم که از او استفاده بکنیم. با این حادثه حالا زیاد ذهنیت ها این گونه است که ایران در پشت سر این حملات دخیل است، یعنی دخالت داره. شما حضور کشورهای بیگانه را در این حادثه چگونه میبینید؟ آیا بوده یا اینکه یک نوع ذهنیت سازی است؟ اول خوب باید گفت که تمام جنگ یک در افغانستان ادامه داره، جنگ خارجی است، جنگ منافع قدرت هاست، پاکستان، ایران، روسیه، امریکا، سعودی و بالاخره انگلیس ها که به طور ولی این جنگ هستن. چی کسا انجام میدن؟ افرادی که این جنگ پا پیش میره اونا کی هستن؟ آیا این ها افرادی کشورهای بیگانه است؟ یقینا که این کشورهایی که در همسایگی افغانستان هستن به شمول جمهوری اسلامی ایران تلاش داشتین که در بین طالبان نفوذ داشته باشند، حتی از دوران جنگ و مقاومت تا اکنون و هیچ وقتی هم ایره پنهان نکردن، گفتن که ما ارتباطاتی به خاطر بعضی از مسائل تشویق از اینا برای روند گفتگوها داریم. شما همین شب ساعت 10 سفیر ایران آقای بهرامی مصاحبه بسیار مفصلی را داشتن و توضیح کردن در مورد وضعیت آبها. ما خدمتتون باید بگویم که بحث آب هرمن که کاملا روشن است که در گذشته زمان مرحوم موسی شفیق امضا شده و پارلمان افغانستان تایید کرده اندازه عقابه ها معلوم است و دریای هلمند تا 20 روز قبل آب نداشت. 20 روز قبل در امروز آب رسیده، یعنی آب از سرچشمه خشک بوده که نمیتونسته به ایران بره. هیچ شک نیست که بند کمال خان در گذشته ها مانع شدن. بند کمال خان در ولسوالی چاربرجک قرار است که ساخته شود و یک مقدار آب را هم به شهر نیمروز تا بخش های دلارام به دشت های فرا و هرات بته زیر آب بکنه و بخشی را ذخیره بکنه در تا گودزری و مناطق. همچنان پیشتر که اشاره کردن جناب مشاور صاحب که در ساحه میل 46 که در نزدیک شهر زرنج است، یعنی ما در یک کیلومتری دو کیلومتری شهر زرنج است، در میل 46 دروازه‌ای ساختن اوج ایرانی ها که وقتی آب دریای هلمند بیشتر است نمیگذاشتن در آمون صابری بیره. ایره در چاهای نیمه میگن که در مربوط زابل و زهک است، در اونجا ذخیره میکنن، از طریق ذخیره زو آب شیرین یا شرب زاهدان تامین میکنن. زاهدان یا سیستان و بلوچستان اصلا آب شیرین نداره و این منابع آب شیرین است که به طور غیر قانونی است این آبایی را که میبرن از ساحه میل 46 که با افغانستان تفاهم نشده و افغانستان تا اکنون در این منطقه هم برنامه های کنترل آب نداشته. یعنی قطعا خود شهر نیمروز هم 4 اینچ آب آشامیدنیشون از ایران میگیرن و یک چند تا هم چاه زدن خودشان از واتر پمپ آب میگیرن. وقتی که وزیر خارجه ایران از حوزه فشار استفاده کار میبره، منظورتون این حوزه ها کجاست؟ ببینید بخش آباد که بسیار مهم است، دریای فرارود هم قسم وکیل صاحب میفهمه، ما هم در اون بلند هستم، یعنی اون نقطه هایی که از اونجا ایران برای
پاکستان فشار بیاره. او همیشه مدعی بودند که بخش آباد نگذاشتن بسازن، ولی ما که شاهد هستم بارها فرایی ها به ما تماس داشتن که باید قطعه ساخته شود برای بخش آباد، تالی یک قطعه تامین امنیت به بخش آباد ساخته نشده. وکیل صاحبش تشریف داره، نه وزارت داخله قطعه تامین امنیت بخش آباد ساخته، وکلا بزرگاری سفیدا اقوام آمدند که ما بخش آباد از طریق پلیس محلی تامین امنیت میکنیم، ولی حتی طالبای فرا مخالفت نکردن با بخش آباد. اصلا کسی به این مثلا نپرداخته و آب فرارود چندان آب بسیار کلان مانند دریای هلمند نیست که از رای جوین برسه به خاک ایران، بسیار مقطعی است آب و مده رودخانه را از سرچشمه تا پایانش بلد است. تشکر تشکر. ضمناً در بند سلما هم که شب وضاحت دادن که ایرانی‌ها شریک ساختاری از این بود. برمیگرده بینندگان عزیز، وقفه کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم. بسیار کوتاه سخنانتون. ببینید در بخش مدیریت آب ما مثلا بند پنشیر، بند باغدره، بند سروبی دوم، بند برق کنرا از 10 سال قبل سروی شده، جناب مشاور صاحب میدانند، ولی با تلاشای پاکستان ما نتونستیم دیگه موفقیت داشته باشیم. هیچ شک نیست بخش از جنگ ما با پاکستان و جنگ هند با پاکستان روی منابع آب است. آب به عنوان منبع بزرگ انرژی و زندگی مردم است. پس میخوام یک از مجموعه حرفای شما به این نتیجه گیری برسیم که جنگ در غرب افغانستان، حالا با دیگه مسائل بخشا نمیپردازیم، یک جنگی است بر سر منافع اقتصادی، آب و استخبارات منطقه و این چیزهایی که طالبان، یعنی طالبان میتونن اون حوزه فشاری که ایران میگفته هم اون یک حوزه فشار برای دولت باشه. هیچ شک نیست که توپی میتونن نقطه عمده و مهمتر از آب باشه، چون توپی از فرا از منطقه میگذره و شما میدونین که ایرانی ها از قبل جایگزین توپی رو به پاکستان بردن. بازارهای جنوب آسیا برای عربستان و برای چندین کشور از جمله عربستان علاقمند توپی نیست. برای اینکه 40% بازارهای جنوب آسیا از جمله هندوستان مربوط به عربستان سعودی میشه. اگر باز گاز بر آب تیل ترکمنستان به بازارهای جنوب آسیا برسه، یقینا که بازارهای عربستان سعودی کساد میشه. ایرانی هم که نمیخواین، ایرانی از قبل این خطا به کراچی وصل کردن. یعنی بحثی است که تنها یک بحث آب نیست. کسانی که بحث آب را مطرح کردن بسیار علمی نیندیشیدن، چون ما هنوز هیچ استفاده کاربردی از آب در فرا و در نیمروز نداریم که ما باز آب شرب ما را تامین نکردیم که باز بیان برای ما مخالفت بکنن. سپاسگزار هستیم از شما. برمیگردیم جناب عظیم، فکر میکنین که بالاخره این مسئله آب در این حوزه یک موزل است مابین ما، ایران، ترکمنستان و اونجا، دولت افغانستان برای که این موزل حل کنه، آنگونه که مثلا در حوزه هرمند روز در زمان شاه حل شد که حالا یک در اینجا کدام برنامه های یا روی دست هست که این مسئله از برداشته شو از میان؟ آب هم میتونه یک معضل باشه، هم میتونه یک عامل همکاری باشه. بستگی داره که شما با چی روی کردی و این منابع نگاه میکنیم. اما اگر بیشتر توضیح بدین، ما در منطقه زندگی میکنیم که از شاخ آفریقا تا قسمتهای از پاکستان و هند در کمربند نیمه خشک جهان واقع شدیم. منابع آب در اینجا بسیار معدوده و رشد جمعیت، آتش توسعه و مدیریت ناسالم دست به دست هم میده و هر روز منابع تغییرات اقلیمی به خصوص منابع آب اندکی هم که است دچار تهدید میکنه. ما در حوزه هریرود همی فعلا به بحران شدید آب مواجهیم، یعنی ما به ولسوالی های پایین دست هرات فعلا آب هریرود نمیتونیم برسانیم به خاطر کمبود آب. ما در فرا در فاجعه خشکیدن منابع زیرزمینی، آبهای زیرزمینی مواجهیم. حتی در نقاطی است که ما تا 70 متر سطح آب پایین رفته. ما در کنگ، ولسوالی کنگ چخانسور، در واقع در بیابی آب شرب برای نوشیدن نداریم. ضمن از اینکه مواشی مردم افغانستان از بین میره، آدم های به یک مریضی که به نام گرگ میگن مواجه میشن از نبود آب. یعنی ما در منطقه هستیم که آب در واقع منطقه ما توسعه آب میوره. اگر آب داشتیم، در فارسی شما میفهمید که کلمه آبادانی از آب آمده. اگر آب بود آبادانی هست، آبادی میشه، نه مشتق شده از آب، چون توسعه آب میوره در منطقه ما. به این خاطر
صد درصد آب در محراق توجه همه کشورهای همسایه هست و هر کشور میخواد استفاده عظیمی از این منابع ببره. با توجه به اینکه ما در منطقه قرار گرفتیم که سرچشمه هستیم به لحاظ منابع، تهدیدهای بسیاری از همه کشورها مواجه ما هست. سپاسگزارم، برمیگردم. سپاسگزارم. بانو ایوبی، با این ترسیم، با این تصویری که شما از فرا دادین، آینده این ولایت چگونه میبینین؟ یعنی چقدر هنوز خطر سر جایش است و اگر وضعیت دوباره بحرانی شود، این وضعیت به ولایت های همسایه چقدر تاثیر میگذاره؟ شما چگونه میبینید وضعیت آینده را؟ خب ما میخوایم ابراز تشویش و نگرانی خود داشته باشم، به دلیل از اینکه اگر این برمیگرده به حکومت، اگر حکومت افغانستان و نیروهای امنیتی افغانستان اینا توجه خاص برای فرا داشته باشند، چون در حوزه غرب افغانستان یگانه ولایتی که نهایت ناامن بوده در طی سالهای مخصوصا بعد از 4 سال گذشته او فرا بوده و بعدا مثلا در حوزه جنوب غرب باز هلمند بوده، یعنی توجهی که به ولایت‌های غربی مثلا به هرات شده، به ولایت‌های دیگه شده، به فرا نشده متأسفانه. ما یک مثال میتونم بر شما، نیروهای اراضی فرا بسیار وسیع است، سومین یا چهارمین ولایت بزرگ افغانستان از فرا، اراضی ولایت هرات، قندهار، هلمند فرا و هرات شما تصور کنین، اینا ولایت‌هایی است که تقریبا با هم اراضیشان مشابه و مساوی سمو مقدارش. ببینین برای هرات یک قل اردو تنها از اردو، از بخشای دیگر مانده باشه، از پلیس و از نظمامه و سردی و دیگر و دیگره، یک قل اردو داره، قندهار یک قل اردو داره، هلمند یک قل اردو داره، فرا یک لوا داره. اینال ببینین مقایسه کنین، ولایتی که ناامنترین ولایت های غرب است با یک لوا اداره میشه و او لوا هم که تشکیلاتش چقدر است، اینا خود تشکیلات خود یک چیز است که برشان بسیار مهم است، اینا افشا نمی کنن و دهی اردو چقدر عسکر و سرباز است، افسر است، ای برای هیچ کس معلوم نیست. اینال اگر حکومت توجه کنه جدن به فرا، آنچه که بر گفته شد که ما از این بعد توجه میکنیم، اگر برای فرا توجه شود به این معنا که ام تشکیلش بالا بره یا یک قل اردو شود یا یک چند تا کندک اضافی داده شود، توجه شود بر مثلا بر سطر سرحد با ایران، توجه شود بر تعداد پلیس امو تعدادی که لازم است و تشکیل خود امو پلیس فرا است، امیال قماندانی اونمو تشکیل وجود نداره، اونمو تشکیل وجود نداره، او تشکیل تکمیل شود، تشکیل لوا بلند برده شوه یا حداقل چند کندک دیگه اضافه شوه، سلاح و مهمات برش داده شوه، توجه جدی برای از این که شهر پاکسازی شوه، بعض قریجات اطراف شهر پاکسازی شوه، حاکمیت درست حکومت دوج وجود داشته باشه، آهسته آهسته همی علقه امنیتی را که اینا کوچک کردن از سطح ولسوالی ها آوردن و به شهر مختص ساختن و شما در 2 سال شاهد 2 عمله بسیار خونین در ولایت فرا بودین تا که این علقه امنیتی را پس به گلستان نرسانن. اما تو که 4 سال آوردن از گلستان بشر تشکر از گلستان سپاس گزارم. ما شاهد امنیت در فرا نخواهد بودیم و ما شاید یک جنگ. بینندگان عزیز، وقفه کوتاه داریم، دوباره برمیگردیم، با ما باشید. بسیار فشرده همین لحظه به مردم فرا چی پیام دارین که چه کار میکنین؟ دمی بسیار بزودی مردم خاطرش جمع باشه. بسیار فشرده، بسیار کوتاه. ما اول به همین نیروهای ما را تکمیل میکنیم، امکانات بهتر در اختیارشان قرار میدیم. ما امکانات چیست؟ کسایی که شامل تجهیزات میشه، استحکامات میشه، نیروی بیشتر میشه و موارد متعددی که نیاز بوده به اساس ارزیابی هایی که ما کردیم. مسئله قول اردو دفرا یا یک فرقه؟ خب شاید تو وزارت دفاع تصمیم بگیره، اما در بخش پلیس ما امو بیشتر میکنیم این رقم. بخش دیگه که ارزیابی هایی که صورت گرفته، افرادی که کوتاهی کرده باشند در این ماموریتی را که داشتن، اینا را مجازات میکنیم و در پهلویش یک تعداد کسایی که شهامت کرده باشه اینا را تقدیر میکنیم. یک خواستم از مردم فرا داریم، همون شکلی که در کنار نیروهای امنیتی افغانستان همان شب استاد شدن، در کنار ما بیستن، انشاءالله که دشمن پیروز نمیشه.
جناب کوهستانی به یک نقطه بسیار جالب اشاره کردی، مسئله پروژه تاپی. حالا بسیار فشرده، اگر وضعیت در فرا همین گونه خراب بمونه، این پروژه هم صدمه سنگین میاد. به نظر حکومت باید چی کنه؟ بسیار فشرده که دست کم باور می است که اول خود لوا را میتونن به فرقه ارتقا بدن، چون هنوز هم کندکای و مول لوا داده گج و خدمتی انجام وظیفه میکنن. تشکیلات فرا را بازنگری بکنن. تشکیل پلیس فرا بسیار پایین است، کافی نیست. همچنان یک رای تجارتی اقتصادی به خود افغانستان از مسیرهایی که از ایران کالا بیشتر به افغانستان برمیگرده، برای تامین امنیت ازی باید تقویه بکنن، قرارگاه اضافی سرایی ایجاد بکنه دولت افغانستان. من فکر میکنم ما بهانه نکنیم که جنگ جنگ آب و جنگ فلان است. ما دشمنی داریم، کشورهای منطقه ما را نمیگذارن. ما بحران مدیریت کنیم، اگر مدیریت نکنیم ما با این بهانه ها خلاص نمیشیم. یعنی این جنگ میره به نیمروز، این جنگ میره به هرات، میره به سایر ولایتهایی که چشمه های اقتصادی موجود دولت افغانستان هستند. ما امیدوار هستم که قرارگاه اضافی ایجاد شوه، از قرارگاه وزارت دفاع تعدادی از جنرال ها را ببرن به فرقه ها، به لواها، لواها را توسعه بتن، جستاماش افزایش بتن و ضمن تجهیزات سنگین. ما توپچی و تانک نداریم. ما با عسکر پیاده چی در پلیس چی در اردو نمیتونیم در برابر این جنگ و در برابر قطعات سرخ طالبان که ایجاد کردن جنگ بسیار مقاومت بکنن. تشکر. ما به تانگ، به آوان قرنه، به تجهیزات سنگین قطعات ما نیاز داریم. سپاسگزار هستیم. جناب عظیم، آیا چی برنامه های شما دارین که این وارد گفتگوها شوین تا این مشکل رفع شود؟ برنامه وزارت انرژی و آبی است که ما فرصت‌های آخری برنامه است. ذخیره سرانه مردم افغانستان ما در 2014 60 متر مکعب به هر فرد از مردم افغانستان آب ذخیره می‌کردیم. حالا رساندیم به 70 تا 1400، قرار این برسانیم به 125. ضمن این که ما پابند به کنوانسیون های بین المللی هستیم و هیچ گونه خسارت قابل ملاحظه در کشورهای پایین دست نخواهیم رساند و در مرحله از دید ما در مرحله از ظرفیت قرار بگیریم، امکان ای داره که گفتگو بکنیم، موافقه بکنیم و مذاکره بکنیم. تشکر. و آبر یک عامل برای همکاری بدانیم. سپاسگزارم از شما. بانو همیرا، لحظه های آخری برنامه است، میخوام آخرین حرفایتان رو باشین که از دولت چی به حیث نماینده مردم چی انتظار دارین شما که چه بکنید؟ ما انتظار تامین امنیت فرار رو داریم و اگر تامین امنیت کرده نمیتونه لطفا فرار رو بسپاره به طالبان که حداقل از این قدر خونریزی جلوگیری شوه. برای تامین امنیت فرار باید جدا توجه شوه. پیشتر هم گفتم، بازم تکرار میکنم، قوات ها را نیروهای اردو و پلیس دوجه اضافه کنن، یک قطعه خاص دائمی دوجه برای دائم بگذارن، همینطور که عملی که در فرا شد 50 نفر قطعه 444 باعث نجات یک شهر شد و در برابر طالب جنگید. اونم بود اونمو قطره امو تعداد 50-100 نفر به شکل دائمی بانه. یک قطعه از نیروهای آیساف که قوای هواییش امرا باشه اوجا به شکل دائمی باید بمانه و بر تجهیز سلام، مهمات، مسائل لوجستیکی، رنجر، آموی، همه مسائلی که برای پلیس و برای اردو دوج ضرورت است به نهایت باید توجه کنه، به دلیل از اینکه فرا یک منطقه استراتژیک و در منطقه است که در امیال در یکی از ولایت های مهم سرحدی افغانستان است. بینندگان عزیز، برنامه این هفته در همین جا به پایان رسید. تا برنامه بعدی و بحث بعدی، شما را به خداوند بزرگ می سپاریم.